بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز در این شب مبارک، خصوصا هموطنان گرامی و همزبانان عزیز. عنوان بحث خدای اخلاقی و قداست زندگی، مطالعه تطبیقی قرآن و کتاب مقدس است. امسال بهار طبیعت و بهار ایمان مقارن شده است. امیدوارم هر دو بهار بر همه ما مبارک باشد. امشب هم یکی از شب‌های قدر و شب شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. اگر قرار باشد یک بار در سال سخن بگویم، یقیناً شب قدر که به باور من شب مبعث هم هست را انتخاب می کنم. برای چنین شب فاخری عنوان خدای اخلاقی و حرمت حیات یا قداست زندگی، مطالعه تطبیقی قرآن و کتاب مقدس را برگزیدم. موضوعی انتخاب شده که از یک سو تناسب کامل با شب نزول قرآن دارد، از سوی دیگر با بحث تطبیقی عظمت قرآن با این بحث تطبیقی عظمت قرآن بیشتر درک می شود. از سوی سوم، این بحث ریشه‌یابی یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حق حیات آدمی و خصوصاً افراد غیر نظامی بیگناه در دوران معاصر به بهانه ظاهری عمل به کتاب مقدس را به عهده دارد. این بحث برگرفته از برخی دروس من در نیم سال اخیر تحصیلی در دو درس فهم قرآن و برهان شر است و روایت انگلیسی آن 10 روز قبل، یعنی 21 مارس در مرکز زندگی مسلمانان دانشگاه دوک ایراد شده است. این ویرایش دوم آن با برخی اضافات است. اگر کسی یا کانالی می خواهد این سخنرانی را بازنشر کند، بدون تغییر عنوان و با ذکر تاریخ و منبع آن مجاز است. اما هر گونه تقطیع و بازنشر قطعات این سخنرانی بدون اجازه کتبی گوینده اخلاقاً و شرعاً و به لحاظ حقوقی ممنوع است. این گفتار شامل 1 مقدمه و 5 بحث به این شهر و 1 نتیجه‌گیری است. الله خدای اخلاقی، حرمت حیات و قداست زندگی، جنگ دفاعی اخلاقی، تنها جنگ مجاز در اسلام، فرامین یهوه در مواجهه با دشمنان بنی اسرائیل در کتاب مقدس و توجیهات متعلهان یهودی مسیحی در مورد فرامین ضد اخلاقی یهوه. اما مقدمه. در این مقدمه من 2 نکته دارم. یکی درباره شب قدر و دیگری درباره مراتب روزه و تلاوت قرآن. مقدمه اول خلاصه بحث 3 سال قبلم است با عنوان شب قدر در آینه قرآن و سنت معتبر. نزول قرآن در شب قدر در ماه رمضان سال اول بعثت، 13 سال قبل از هجرت آغاز شده است. نه اینکه تمام قرآن در چنین شبی نازل شده باشد. بنابر قول اصح، بعثت پیامبر یا شروع پیامبری با وحی قرآنی در ماه رمضان و شب قدر بوده است. این احتمال مؤید به برخی روایات شیعی است و در اهل سنت قول اصلی است و چون تعیین شب خاصی به عنوان شب قدر نزد ایشان چندان روشن نیست، عیدی به نام مبعث هم در فرهنگ اهل سنت به رسمیت شناخته نشده است. از قرن 5 هجری 27 رجب به عنوان قول رسمی شیعه در مورد مبعث در آمده است. روایات متعددی از جمله ابو هریره از قرن 2 ناقلان نزول دفعی قرآن به بیت المعمور توهمی بوده اند.
و این قول توسط صحابه و تابعین به قول مسلط تبدیل شده است. باور کرده اند قرآن دو نزول داشته، نزول دفعی در ماه رمضان به آسمان و نزول تدریجی به زمین به قلب پیامبر. این روایات بعد هم به تشیع سرایت می کند. روایات نزول دفعی قرآن به بیت المعمور همگی بی اعتبارند. قرآن نزول دفعی را تأیید نمی کند. صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه با سه تغییر نزول دفعی را بازسازی کرده. حذف نزول قرآن به بیت المعمور سماوی و قرار دادن قلب پیامبر به عنوان فرودگاه نزول دفعی و تبیین فلسفی نزول دفعی به نزول بسیط فرازمانی، فرامکانی و فرازبانی. علی رغم جلالت مقام مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر و حکمت، متاسفانه مبنای ایشان درباره نزول دفعی قرآن قابل پذیرش نیست. این مفسر عالی مقام هیچ دلیل عقلی یا نقلی از قرآن یا سنت بر مدعای خود نیاورده و به استحسان و ذوق اکتفا کرده است. به فرموده صاحب المیزان رضوان الله علیه در نزول دفعی حقیقت قرآن در لوح محفوظ، لوح محفوظ برتر از زمان و مکان است. در این صورت این امر فرازمانی چگونه در ماه رمضان و شب قدر نازل شده است؟ آیا این تناقض نیست؟ ترجمه قدر به سرنوشت و تقدیر به معنای شب قدر نزدیکتر است تا شب قدرت، به خصوص در زبان انگلیسی. در شب قدر و غیر آن حساب آدمیان توسط خداوند تقدیر و ارزیابی می شود و هیچ بشری از جمله امام زمان در این امر الهی دخالتی ندارد. دعاهای مشهور ماه رمضان دو دسته است. دسته اول دعاهایی که انتسابشان به پیامبر یا ائمه قابل اثبات نیست، اما به لحاظ محتوا تعارضی با قرآن ندارند و قرائت آنها مفید است. دعاهای جوشن کبیر، افتتاح، سحر، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، یا علی و یا عظیم، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و نشر قرآن از این دستند. یعنی مشکلی در قرائت آنها نیست. دسته دوم دعای قرآن به سر شبهای قدر از مجعولات غلات کذاب و مایه وهن مذهب است. قرآن را باید تلاوت کرد، در آن تدبر نمود و به تعالیمش عمل کرد. گذاشتن جسم قرآن بر سر خاصیتی ندارد. اما مقدمه دوم، اشاره‌ای به ماه مبارک رمضان و مراتب سگانه روزه و تلاوت قرآن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سوره بقره آیه 183. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، چنان که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، سوره بقره آیه 185. آن روزهای برشمرده ماه رمضان است، ماهی که قرآن در آن نازل شده است، کتابی که راهنمای مردم و در بردارنده دلیل‌های روشن هدایت و جدایی حق از باطل است. نزول قرآن از جانب خداوند بر قلب محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در ماه رمضان شناسنامه ماه رمضان است. کارکرد سگانه قرآن راهنمایی، ارائه نشانه‌های روشن هدایت و فرق گذاری بین حق و باطل است.
روزه از احکام تأسیسی اسلام نیست. در دیگر ادیان ابراهیمی هم تشریع شده بود و هدف آن تقواست. آنچنان که در پیام روزه امسال عرض شد، روزه سه مرتبه دارد. مرتبه عوام و همگانی که پرهیز از خوردن و آشامیدن و دیگر مبتلات ظاهری روزه مذکور است در فقه از طلوع فجر تا غروب آفتاب است. مرتبه خواص که پرهیز از مبتلات باطنی روزه مذکور در کتب اخلاقی و عرفانی با عنوان اسرار روزه یا اجتناب از گناه و معاصی از قبیل دروغ، تهمت و افترا و بهتان، غیبت، خیانت در امانت، دزدی مادی و معنوی و تجاوز به حق الناس و حق الله است. اما مرتبه خواص الخواص یا سالکان که ترک هر آنچه انسان را از یاد خدا باز دارد از حرام و حلال است. هر یک از دو مرتبه روزه خواص و سالکان مراتبی دارد و طیفی را تشکیل می‌دهد. هر کسی به اندازه ظرفیت و همت خود روزه می‌گیرد. یکی به روزه عوامانه اکتفا می‌کند و بهرش از این ماه مبارک فقط گرسنگی و تشنگی است. یکی به مراتبی از روزه خواص صعود می‌کند و هر سال پله‌ای بالاتر می‌رود. یکی هم به روزه سالکان تقرب پیدا می‌کند. ثواب روزه و حج قبول آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. بر همین سیاق تلاوت قرآن هم سه مرتبه دارد. مرتبه عوام و همگانی، مرتبه خواص و مرتبه سالکان. در مرتبه نخست قرآن تلاوت می شود، گاهی با صوتی بسیار زیبا و گاه قاری حافظ تمام یا قسمتی از قرآن می شود، اما بدون توجه به معانی آیات. تلاوت با چنین خصوصیتی تأثیری در عمل و زندگی قاری ندارد. چیزی در حد بوسیدن قرآن و تبرک به جسم آن است، ثوابی اندک و دیگر هیچ. مرتبه دوم تلاوت آیات همراه با تدبر در معانی آنهاست. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب، سوره صاد آیه 29. این کتاب مبارک است که آن را به سوی تو نازل کردیم تا در آیات آن بیندیشند و تا خردمندان تذکر یابند. یا جای دیگر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سوره محمد آیه 24. پس آیا در قرآن نیک نمی اندیشند؟ یا مگر بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ قرآن این مرتبه از تلاوت را به شدت به پیروان خود توصیه می کند. مرتبه سوم تلاوت متعلق به سالکان است. این مرتبه جامع دو مرتبه قبلی به علاوه تجلی معانی آیات در عمل قاری است. حیات قاری با تلاوت متدبرانه او و عمل به تعالیم قرآن حیات طیبه می شود. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، سوره نحل آیه 97. از زیباترین آیات قرآن. هر کس از مرد یا زن کاری شایسته کند و مؤمن باشد، حتما او را به زندگی پاک و دلپذیری زنده می داریم و قطعا پاداش آنان را طبق بهترین عملی که می کردن خواهیم داد. سالک با این تلاوت متدبرانی توأم با عمل سعه وجودی پیدا می کند و با تلاوت هر آیه
از نردبان کمال پله ای بالاتر می رود. اقرا ورتقه، بخوان و ارتقا پیدا کن. این ارتقای وجودی است، پله پله تا ملاقات خدا. سالک با چنین تلاوتی به معراج می رود. مرتبه ادنای معراج صاحب رسالت صلی الله علیه و آله و سلم. از آداب اسلامی ختم حداقل یک بار قرآن در این ماه مبارک است. امیدوارم این تلاوت در مرتبه دوم و خصوصا مرتبه سوم برای ما صورت گیرد و ما هم به مرتبه ادنای معراج نائل شویم. در این شب مبارک به تدبر درباره دو مفهوم قرآنی میپردازیم: خدای اخلاقی و حرمت حیات یا قداست زندگی. برای تکمیل تدبر این دو مفهوم را با کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان یعنی تورات و انجیل موجود تطبیق میکنیم. آنچنان که خواهیم دید محتوای این دو کتاب با روایت قرآن از تورات و انجیل منزل حداقل در دو مفهوم مورد بحث تفاوت‌های اساسی دارد. خب پایان مقدمه، حالا بحث اولم رو شروع میکنم. بحث اول، الله خدای اخلاقی. خدایی که قرآن معرفی میکند، یادمان باشد شب قدر است، در محضر خدا هستیم، در مبارکترین شب سال. خدایی که قرآن معرفی میکند و قاعدتاً خدای همه ادیان ابراهیمی است، خدایی است پابند موازین اخلاقی. مرادم از موازین اخلاقی همان موازینی است که فطرت آدمی بر آن سرشته شده، وجدان آدمی تمایل به آن دارد و عقل خداداد و بشری آن را درک میکند. فأقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم. سوره روم آیه 30. پس با گرایش به حق به این دین توحیدی روی بیاور، با همان فطرت الهی که مردم را بر آن آفریده است. آفرینش خدا تغییر پذیر نیست، این از دین راست و درست، ولی بیشتر مردم نمی دانند. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. سوره شمس آیه 7-10 از زیباترین آیات قرآن. سوگند به نفس آدمی و آن که آن را سامان داد. پس شناختن بدکاری و تقوا پیشگی را به آن الهام کرد که هر کس آن را، نفسش را، پاک گردانی قطعا رستگار شد و هر کس آن را به گناه آلود قطعا ناامید و محروم شد. ماه رمضان ماه تقواست. خداوند آدمی را به نص این دعایه اخلاقی آفریده است. خداوند انسان را به رعایت موازین اخلاقی فرمان داده. ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربی و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سوره نحل آیه 90. سرلوحه آیات اخلاقی قرآن. همانا خدا به عدالت و احسان و انفاق بر خویشان فرمان داده و از فحشا و کار ناپسند و ستمگری نهی میکند و پندتان میدهد شاید تذکر یابید. حالا استدلال من، چرا این آیات دلالت بر خدای اخلاقی میکند؟ اگر خداوندی که فرمان به عدالت و احسان داده و از شرور و ستمگری نهی کرده است خود به این موازین اخلاقی پابند نباشد، خودش مشمول این قاعده محکم اخلاقی که در قرآنش امضا کرده است می شود
یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. سوره صف آیه 2 و 3. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی را میگویید که انجام نمیدهید؟ نزد خدا سخت مبغوز است که چیزی را بگویید که انجام نمیدهید. واعظ غیر متعظ. قائل غیر عامل عقلن و نقلن مذموم است، چه ذات ربوبی چه مخلوق مربوب. قول توأم با عمل کمال است و محال است ذات ربوبی مستجمع جمیع کمالات جامع چنین کمالی نباشد. به نظر من این قوی ترین برهان بر اخلاقی بودن خدای قرآن است. به علاوه اخلاق امری فراعقلی و عقل گریز نیست. قائل به دو اخلاق، یکی اخلاق مربوبین و مخلوقات و دیگر اخلاق ربوبی شدن، مشکل دارد. واضح است که قلمرو بحث دانش آدمی است و قلمرو اخلاق هم چیزی است که عقل آدمی درک می کند و خصوصا برای نوع آدمی قابل تجویز است. آنچه اختصاص به موارد خاص دارد، از قبیل فرمان اختصاصی خداوند به ابراهیم خلیل الرحمن به ذبح امتحانی فرزندش، سوره صافات آیات 101 تا 109، یا قتل کودک توسط خضر در مواجهه با موسی در سوره کهف آیات 74 تا 81. به اعتبار ارتکاب جرم در آینده این دو از دایره بحث بیرون است، چرا که اولا بحث قابل تعمیم در نوع انسانی نیست. این دو مورد قابل تعمیم در همه انسان‌ها نیستند. ثانیا درک حکمت هر دو فراتر از عقل آدمی است. بنابراین می شود گفت به قول مطلق قرآن خدای اخلاقی را معرفی می کند. اما ادله دسته دوم بر اخلاقی بودن خداوند در قرآن، از جمله شواهد قرآنی بر خدای اخلاقی، راستگویی خداوند، عدالت خداوند، الزام خداوند خود را به رحمت، مسئولیت هر کس در برابر گناه خود را به رسمیت شناختن و پذیرش قبح عقاب بلا بیان است. اگر کسی به همین پنج مورد دقیق توجه کند، تصدیق میکند کسی که این موارد را پذیرفته فردی اخلاقی است، چه خدا باشد چه بنده خدا. حالا اسناد قرآنی پنج موردی که ذکر کردم، آیه اول، مورد اول، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. سوره نساء آیه 122. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند، به زودی آنان را به بهشتهای در می آوریم که از پایین درختان آنها نهرها روان است و همیشه در آنها جاودانند. وعده خدا حق است و چه کسی در گفتار از خدا راستگوتر است. خدا خودش میگه و من اصدق من الله قیلا، کی از من راستگوتره؟ یعنی خدا پذیرفته راستگویی خودش را. میدونید برهان دکارت فیلسوف بر خداشناسی پایه اولش صدق بود. پذیرفته بود که خدا دروغ نمیگوید. خدایی که دروغ بگوید اخلاقی نیست. اخلاق با صداقت شروع می شود و خدای ابراهیمی خدای راستگوست. خب این مورد اول. سند ادعای دوم این که این خدا ظلم نمی کند، عادل است، اهل عدالت است، عدالت رو و قسط رو دوست دارد.
ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما. سوره نساء آیه 40. بیگمان خدا هم وزن ذره ای ستم نمی کند، به قول امروز یا یک اپسیلون هم ستم نمی کند به احدی، و اگر کارتان کار نیکی باشد آن را چند برابر می سازد. یعنی کار خوب ضریب چند برابر دارد، کار بد اگر توبه کند بخشیده می شود. گناه اگر کبیره نباشد بدون خبر دادن به فرد خدا می بخشد. حالا خیلی خیلی اینه که کسی که بره جهنم خیلی باید هنر کرده باشد، با این همه ارفاق بازم بهشت نره. و از نزد خود پاداشی بزرگ می دهد. شاهد مثالم در این آیه ان الله لا یظلم مثقال ذره. و قرارم شد و من استق من الله قیلا، خدا راست میگه. بنابراین این خدا خدای عادل و صادق است. اما این خدا خدای رحمان و رحیم هم هست، ارحم و راحمین هم هست. شب قدره، داریم به در خانه کسی می رویم که آینه رحمت هست. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحیم. سوره انعام آیه 54. خطاب پیامبرش خدا میفرماید چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده است و هر کس از شما به نادانی کار بدی کند آنگاه پس از آن توبه کند و به اصلاح بپردازد او را میبخشد زیرا او آمرزنده مهربان است. خدای صادق، خدای عادل فرموده است کتب ربکم علی نفس الرحمه، خدای شما رحمت را بر خود واجب کرده است. در شب قدر در هم خانه همچو خدا می رویم، توبه می کنیم به درگاه خدا و او توبه پذیر است، اصلاح می کند هر کسی که به جهالت سوئی کرده باشد. این خدا خداییست که ما می شناسیم، خداییست که ما معرفی می کنیم، خداییست که ما پرستش می کنیم. دو مورد دیگر تو یک آیه است. می فرماد که و من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تذر واذره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. می فرماد که هر کسی هدایت یابد تنها برای خودش هدایت می‌یابد و هر کس گمراه شود تنها به زیان خودش گمراه می شود و هیچ کس بار گناه کسی را بر نمی دارد. هر کسی گناه کرد خودش مسئوله. ما توی اسلام گناه اولیه نداریم برخلاف مسیحیت موجود. قرار نیست به گفته اونها حوا و آدم گناه کرده باشند تا همه آدمیان گناهکار محسوب شوند و قلبشان تاریک شده باشد. ما با فطرت پاک آفریده شدیم. اگر گناهی بکنیم خودمان مسئولیم، نه بچه هامون، نه خویشاوندانمون، نه قوممون. و هیچگاه عذاب کننده نبوده این تا آن که پیش از عذاب پیامبری برانگیزیم. اول پیامبر بر میفرستیم، یکی پیامبر درونی عقل، وجدان، فطرت، پیامبر بیرونی پیامبران الهی. بعد از آن اگر کسی گوش نکرد، تخلف کرد، آن وقت عذاب میکنیم. چرا؟ چون این خدا به قبح اخلاقی، قبح به این قاعده اخلاقی، قبح عقاب بلابیان باور دارد. خب
اینها چند شاهد اندک بر اخلاقی بودن خداوند بود. شواهد قرآن فراوان است. میشه یک کتاب براش نوشته، نه یه مقاله. ایزوتسو کتاب براش نوشته. میتونیم مطالعه بکنیم. اینا چند نمونه بود. صرفاً برای این که یادمون باشد خدای ما اخلاقی است. انشاءالله ما هم بندگان اخلاقی این خدای اخلاقی باشیم. خب این بحث اول. بحث دوم. حرمت حیات و قداست زندگی. بحثم فعلا در مورد حیات آدمی است، اما حیات حیوان هم اهمیت و ارزش دارد و مجاز نیستیم حیات اون رو هم نقض بکنیم بدون دلیل. قرآن کریم حرمت حیات و قداست زندگی انسان را به عنوان یک اصل اصیل خاطر نشان کرده. گرفتن جان انسان را جز به حق تنها در سه مورد مجاز دانسته. سه مورد، اینا موارد گرفتن جان به حق است. یکی به قصاص در قتل عمد، یکی مجازات محاربه و فساد در زمین که اون هم معنای مشخصش سلب امنیت مسلحانه مردم است نه حکومت ها، و سومش کشته شدن در جنگ دفاعی است که به خاطر اهمیتش یه بحث رو مستقلن بهش اختصاص داد. غیر از این ستا رو خدا مجاز نشمرد. اما اسناد ما بر این زمینه. آیه اول، این آیاتی است که بهش افتخار میکنیم. قرآن ما کتاب اخلاقی است به خاطر این آیات. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سوره اسراء آیه 33. هر کسی را که خدا کشتن او را حرام کرده است، کسی را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید. هر کس مظلوم کشته شود برای ولی یعنی خونخواه او تسلطی بر قصاص قرار دادیم، پس نباید در کشتن زیاده روی کند زیرا او یاری شده است. البته در همین قرآن در قتل عمد قصاص فقط یک گزینه است. گزینه دوم گرفتن خونبها و گزینه سوم عفو است و ما توصیه به عفو شدیم. اما آیه اصلی این بحث، و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. سوره مائده آیه 32. بدین سبب بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کس شخصی را بی آن که کسی را کشته باشد، مورد اول، یا فسادی در زمین کرده باشد بکشد، این مورد دوم، مثل این است که همه مردم را کشته است. و هر کسی شخصی را زنده بدارد، مثل این است که همه مردم را زنده داشته است. و همانا پیامبران ما برای آنها دلایل روشن آوردند، ولی بسیاری از آنها پس از آن در زمین اسرافکار شدند. این روشن در این دلیل قرآنی بر حرمت حیات است. اولا گرفتن جان آن هم توسط دادگاه صالح تنها در دو مورد مجاز است. قتل نفس به عمد و فساد در زمین که در آیات دیگر و سنت معتبر و فقه به دقت تعریف شده است. ثانیاً کشتن یک فرد بیگناه معادل کشتن همه مردم است و زنده داشتن یک انسان معادل زندگی بخشیدن به همه انسان ها. فرض کنید یک کسی را شما میرید با بخشیدن دیش، با هدیه کردن دیش از اعدام نجات میدید. زندگی بخشیست.
میدید با دادن خون یا عضو فردی رو از مرگ حتمی نجات میدید. اینا زندگی بخشیه. با این کارتون یعنی به همه انسان‌ها زندگی بخشید. یه کار کردید، اما این خدای اهل فضل، اهل فضیلت، این رو ضریبی به اندازه همه مردم میدهد. خدای اخلاقی کشتن هیچ فرد بیگناهی را مجاز نشمرده است. امشب شب شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام است. اجازه بدید یک کلام هم از علی عرض کنم. امام علی در عهدنامه مالک اشتر نخعی، در نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین سند اخلاق سیاسی در اسلام به قول مطلق است، می‌فرماید: ایاک و دماء و سفکها به غیر حلها، به پرهیز از خونها و ریختن آن به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشته عمر را نبرد و خداوند سبحان روز رستاخیز نخستین داوری که میان بندگان کند در خونهایی است که از یکدیگر ریختند. پس حکومت خود را ای مالک با ریختن خونی به حرام نیرومند مکن، که خون به حرام ریختن قدرت را به ناتوانی و سستی کشاند، بلکه دولت را از صاحب آن به دیگری بگرداند و به کشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذری به کار نیاید، چه در آن با قصاص باید. درباره این کلام نورانی من سالها قبل مکررن عرایضی داشتم، نمیخوام امشب تکرار کنم. ایاک و دماء، اونها که توی نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی هستند، ایاک و دماء اگه پیرو علی ابن ابی طالب هستی، در شب قدر ایاک و دماء، خون ناحق ریختن جهنم به خالد خلود میبرد انسان را. وعده حق قرآن است، حواستون جمع باشه. یادم هست مادران به فرزندانشان این وصیت را همواره می‌کردند: فرزند به ناحق خون نریز، هر لباسی به تن کردی به ناحق خون نریز. اگر همین رو به آویزه گوشمون قرار بدیم خیلی چیزا اصلاح می‌شود. اما بحث سوم، هر کدام اینها ظرفیت گسترش فراوان دارد، اما حرف فراوانی است برای عرض در امشب. بگذارید به هر کدام یک گوشه قناعت کنم. بحث سوم، جنگ دفاعی اخلاقی، تنها جنگ مجاز در اسلام. این را علت تحقیق عرض می کنم، جنگ دفاعی اخلاقی تنها جنگ مجاز در اسلام و قرآن است. هر که جز این می گوید اشتباه می کند. جهاد در مقابل دشمن خارجی یا قتال در قرآن دو قید حتمی دارد: یکی دفاعی بودن در مقابل تجاوز دشمن به دین یا جان یا ناموس یا سرزمین مسلمانان. برای تک تک اینها سند قرآنی را خواهم کرد. و دیگری رعایت مرزهای الهی که در صدر آنها اخلاق است. لا تعتدوا، اخلاق. بنابراین جنگ تهاجمی به بهانه گسترش اسلام یا بازور یا تجاوز به سرزمین دیگران یا تعرض به جان و ناموس دیگران به تصریح قرآن ممنوع است. اینکه کسی را بپنداریم بازور می شود مسلمان کرد، قرآن هرگز اجازه نداده، برخلاف این است. به برخی اسناد قرآنیان اشاره می کنم، می گویم برخی، چرا که آیات این بحث فراوان است. چند جلسه صرفاً لازم است تا صرفاً همین آیات جهاد قرآن را یک یک عرض کرد. نه چند جلسه، یک کتاب میشه در موردش نوشت و برخی نوشتن. آیه اول، دو سه نمونه بیشتر در این قسمت عرض نمی کنم: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، سوره بقره آیه 190.
در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از مرز عدالت تجاوز نکنید. همانا خدا تجاوزگران را دوست نمی دارد. جنگ در راه خدا جهاد است. قاتلوا فی سبیل الله، قتال در راه خدا جهاد است. این دو قید مشخص تو این آیه دارد. یکی جنگیدن با آنها که به شما حمله کردند. الذین یقاتلونکم. یعنی جنگ 100% دفاعی است. دفاع مشروع از خودتان. دوم، وجوب رعایت عدالت و انصاف. لا تعتدوا، یعنی الزام به اخلاق. حتی کسی که به سرزمین شما تجاوز کرد مجاز نیستید از مرز اخلاق و عدالت و انصاف تجاوز کنید. حالا مصادیقش بیشتری عرض خواهم کرد. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. سوره نساء آیه 75. و شما را چه شده است که در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ همانها که میگویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود برای ما یاوری مقرر دار. این آیه تشویق به جهاد دفاعی و مشخصا دفاع از مردم بی پناه، خصوصا کودکان و زنان و مردان غیر نظامی و بیگناهی است که فرداد از جز خدا ندارد. و تحت ظلم ظالمان قرار دارند. این آیه را انتخاب کردم که معلوم باشد قرآن نسبت به رعایت حقوق کودکان و زنان و مردان غیر نظامی و بیگناه خصوصا در جنگ چقدر حساس است، به میزانی که برای دفاع از حق زندگی و امنیت آنها اجازه جهاد و جنگ دفاعی صادر کرده است. این آیه را دوباره بخوانید. دعا میکنیم دعاهای ما مستجاب نمیشه. هستند کسانی که در این دنیا مشمول این آیه هستند و ما توفیق کمک به آنها نداریم. چرا دعای ما مستجاب شود وقتی که بتوانیم جلوی کشتن کودکان و زنان و مردان بیگناه غیر نظامی را بگیریم و نگیریم؟ بیشتر از این اجازه دهید عرض نکنم. اما آیه‌ای که به آیت و سیف یا آیه شمشیر مشهور شده، نه در این آیه سیف است، نه در تمام قرآن واژه سیف به کار رفته، اما این آیه آیت و سیف است و قرن هاست دستافیز برخی برای انتصاب جنگ تهاجمی برای گسترش اسلام است. آیه 5 سوره توبه است. میگویند این سند جنگ تهاجمی، سند مسلمان کردن به زور غیر مسلمانان است. نه یک بار، نه دو بار، نه تازگی، قرنها به این آیه استناد شده است. آیه این است، آیه 5 سوره توبه. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموها و خذوهم فاحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. سوره توبه آیه 5. پس هنگامی که آن چهار ماه حرام به پایان رسید، آن مشرکان را هر جا یافتید بکشید، دستگیرشان کنید، آنان را به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی برای شکار آنان بنشینید
پس اگر توبه کردند، نماز را برپا داشتند، زکات دادند، آزادشان بگذارید، بیگمان خدا آمرزنده مهربان است. خب حالا این آیه میگه همه مشرکان را بکشید، همه غیر مسلمان را بکشید تا وقتی که بیان مسلمان بشن. برای که حرف بی سرد نزده باشم، یه مورد رو فقط اینجا عرض میکنم. به تفسیر یکی از اسلام شناسان تجدید نظر طلب شناخته شده به نام مایکل کوک، استاد زنده دانشگاه پرینستون، در کتاب قرآن در مجموعه یک مقدمه بسیار کوتاه از انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2000 در صفحه 34 به تفسیری که از این آیه کرده توجه کنید. بر اساس نقل قول است، بر اساس مفاد این آیه شما باید مشرکان را بکشید مگر اینکه اسلام بیاورند. مشرک کسی است که کسی یا چیزی را شریک خدا قرار می‌دهد و شرک می‌ورزد. این واژه گسترش یافته شامل یهودیان و مسیحیان هم می‌شود، بلکه حقیقتاً همه غیر مسلمانان را در بر می‌گیرد. پایان نقل قول. مایکل کوک این آیه را با آیه 16 باب 20 سفر تثنیه از تورات که به آن در همین جلسه اشاره خواهم کرد قابل مقایسه دانسته است. او این رویکرد قرآن و تورات را البته معارض با رواداری دینی مدرن جوامع غربی دانسته که به جای کشتن معتقدان دیگر ادیان به آنها احترام میگذارن. در صفحه 34 همون کتاب. کتاب درسیه برای دانشجویان کارشناسی در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا انگلیسی زبان. حالا اینجوری بهشون قرآن درس میدن که قرآن این رو میگوید. کوک همانند بسیاری مستشرقان و حتی متاسفانه برخی مسلمانان توجه نکرده که الف و لام المشرکین الف و لام عهد است و صرفاً مشرکانی را که در آیات قبل خصوصاً آیه اول سوره توبه توصیف شده را در بر می‌گیرد، نه تمام مشرکان، چه برسد به یهودیان و مسیحیان و همه غیر مسلمانان. مراد این آیه بسیار صریح و روشن مشرکان مکه در سال 8 هجری است که با پیامبر و مسلمانان معاهده صلح حدیبیه بسته بودند و مکررن این عهد را نقض کردند و مسلمانان را در زمان عبادت و حتی در زمان خواب می کشتند. من 3 سال قبل به تفصیل قول مشابه برخی مسلمانان تجدید نظر طلب را در بحث چالش اسلام و قدرت نقد کردم که متاسفانه به تصحیح این اشتباه فاحش نینجامید. در هر حال اصول قرآن در مواجهه با غیر مسلمانان در این دعایه به صراحت و وضوح آمده است. به این دعایه توجه بفرمایید. این خلاصه تمام اصول قرآن درباره شیوه مواجهه با غیر مسلمانان است. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. سوره ممتحنه آیه 8. وقتی میگم قرآن کتاب اخلاقی، دلیلش این دعایه است. خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با کسانی از کفار که در دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکردن باز نمی دارد. بیگمان خدا عدالت پیشگان را دوست دارد. خدا شما را تنها از دوستی با کسانی باز می دارد که در دین با شما جنگیده و شما را از دیارتان بیرون رانده
و در بیرون راندنتان همکاری نمودند و هر کس با آنان دوستی کند آنان که ستمکار خواهند. بنابراین قرآن خصوصا این دعایه، اولا با غیر مسلمانانی که با مسلمانان وارد جنگ نشده و اقدام به خروج مسلمانان از سرزمینشان نکرده اند، نه تنها اجازه جنگ نداده، نه تنها گفته که نمیتوان آنها را به زور مسلمان کرد، بلکه میتوان با آنها روابط دوستانه و عادلانه داشت. یعنی با مشرک، با کافری که به جنگ ما نیومده سرزمینمون رو اشغال کنه، با اینا میشه نشست، میشه دوست بود، اما منصفانه باشون رفتار کرد، همزیستی مسالمت‌آمیز داشت. این نظر صریح قرآن است. اما با سه گروه قرآن تصریح کرده روابط دوستانه مجاز نیست. متجاوزان به دین مسلمانان، آنان که مسلمانان را از سرزمینشان اخراج کردند، اومدن سرزمینشون را غصب کردند، و اونها که از دو گروه نخست حمایت میکنند. مسلمانان مجازند با این سه دسته با رعایت موازین اخلاقی و عادلانه بجنگند. اگر کسی با یکی از این سه دسته جنگی تروریست نیست، اون که میاد به جنگ مسلمان سرزمینش اشغال میکنه، اون تروریسته. به عبارت دیگر، ملاک جنگ در اسلام کفر و ایمان نیست، تجاوز و عدم تجاوز است، غصب سرزمین و عدم غصب سرزمین است، تعرض به باورها و جان و ناموس مسلمانان است. این چه معرفی است که از اسلام در دنیا شده است؟ چرا کسانی بدون توجه همین حرفا رو تکرار میکنند؟ حتی اگر متجاوزانی متعرض دین، سرزمین و جان مسلمانان شدند و به اصطلاح کافر حربی بودند، صرفا افراد نظامی که در تجاوز شرکت داشتند در جنگ کشته میشوند، اما زن و بچه آنها، افراد غیر نظامی و بیگناه را به هیچ وجه من الوجوه نمیتوان کشت یا تحت فشار قرار داد. قرآن اسلام به احدی چنین اجازه‌ای نداده است. خب این جهاد اسلامی گفتم دفاعی است و اخلاقی. حالا این قسمت اسلامی بحث، قسمت قرآنی بحث. حالا بخشی از وقتم رو هم میخوام به طرف مقابل بپردازم. بحث چهارم، فراوین یهوه، خدای عهد عتیق، خدای تورات در مواجهه با دشمنان بنی اسرائیل در کتاب مقدس. متناسب با وقت، بحث به بررسی فراوین یهوه، خدای تورات و عهد عتیق در مواجهه با اقوامی که دشمن بنی اسرائیل معرفی شدن متمرکز میکنم و آیاتی از کتاب مقدس را میخوانم. این آیات را از ترجمه فارسی کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید، طبع 1925 لندن، که طبع کاملی است، عینا نقل میکنم. مواردی که پیروز سیار از عهد عتیق به فارسی منتشر کرده، دو جلدی که من در دست داشتم، با اونم تطبیق کردم که اشتباه در ترجمه صورت نگرفته باشه. بخش توراتیش رو هم با متن انگلیسی هم مقابله کردم در حدی که وقتم اجازه میداد، که مطمئن باشم غلط نفهمیده باشم و اون رو همچنانی که یهودیان و مسیحیان ترجمه کرده اند عرض بکنم. در باب هفتم سفر تثنیه، هفت قوم فلسطینی با اسامی هتیان، جرجاشیان، اموریان، کنعانیان، فریزیان، هویان و یبوسیان به عنوان اقوام پرشمار و قدرتمندتر از بنی اسرائیل معرفی شدند.
این آیه یک این باب هفتم سفر تثنیه هست. این که این اقوام کی بودن در کتاب سیار، ترجمه سیار، اینها معرفی شدن، خیلی به بحث من مربوط نیست، به اینا کاری ندارم. یهوه خدایت ایشان را تسلیم تو خواهد کرد و مغلوبشان خواهی ساخت و آنگاه آنها را بالکل هلاک کن. با آنان پیمان مبند و به ایشان ترحم مکن. آیه دو از همین باب هفتم سفر تثنیه. به ایشان ترحم نکن، چرا که تو قومی مقدس از برای یهوه خدایت هستی. یهوه خدایت از میان جمله اقوامی که بر زمین هستند تو را همچون قوم مخصوص خود برگزید. آیه 6 همون فصل از تثنیه. تمام اقوامی که یهوه به دست تو تسلیم میکند هلاک کن و به آنها رحم مکن. آیه 16 فصل هفتم سفر تثنیه. دشمنی بنی اسرائیل با این اقوام فلسطینی مکررن در عهد عتیق آمده است. آیات مذکور بنی اسرائیل را به عنوان قوم برگزیده خداوند یعنی یهوه خاطر نشان کرده، امری که به شکل مکرر در عهد عتیق قابل مشاهده است. این انتخاب با عهد ممهور شده و بنی اسرائیل را قومی مقدس، پسر او یعنی پسر یهوه، قومی که خدا با آنهاست و قومی متمایز از دیگر انسانها معرفی می کند. آنچه در این آیات قابل توجه است فرمان هلاکت تمامی این اقوام، این هفت قوم بود که اسمش برده شد، نه فقط سربازان و مردان جنگی درگیرشان در جنگ آنها و عدم ترحم به آنها. این فرمان یهوه است، فرمان خداست که شما باید اینجوری با این هفت قوم برخورد کنید. سفر تثنیه فصل 20. در شهرهای این اقوام که یهوه خدایت به دست تو تسلیم می کند هیچ نفس کشی را زنده باقی نگذار. آیه 16. این رو من با سه ترجمه انگلیسی و فارسی تطبیق کردم. هیچ نفس کشی را باقی نگذار، هیچ جنبنده را باقی نگذار از انسان و غیر انسان. آری، آیه 18. آنچنان که یهوه خدایت تو را فرمان داده است آنان را همگی هلاک ساز. آن هتیان و اموریان و کنعانیان و فریزیان و هویان و یبوسیان را، شش تا قوم را اینجا ذکر کرد، همشون رو بکش، هلاکشون کن. همشون نه یعنی همه مردان جنگیشون را، همه قوم، همه را. به فرمان یهوه هیچ نفس کشی از این شش قوم فلسطینی که دشمن بنی اسرائیل معرفی شدن نباید باقی گذاشته شد. در صحیفه یوشع باب دهم، این دیگه تو تورات نیست، میدونید هیبرو بایبل به اصطلاح این چند تا کتاب داره. کتاب اولش توراته که شامل 5 تا است، یکیش تثنیه بود، یکیش سفر خروج بود، اعداد بود و دیگران. این بخش دوم کتاب مقدس یهودی است، جز عهد عتیق هم هست، یعنی هم مال مسیحی است هم مال یهودی. یوشع، جاشوا، باب دهم داستان هلاکت همه نفوس اقوام مقیده، اریها، لبنه، لاخیش، اجلون، حبرون و دبیر آمده است. برای هر کدوم اینا 3 تا 4 تا توصیف این که اینها چجوری کشته شدن آمده. حالا این آیه انتخاب کردم، آیه 40 از صحیفه یوشع باب 10. یوشع کسی را باقی نگذاشت و هر زی نفسی را هلاک کرد، هر نفسکش را کشت، چنان که یهوه خدای اسرائیل امر فرموده بود. این دستور خداست. یوشع، این آیه 40 بود. آیه 42، یوشع جمیع این ملوک و زمین ایشان را در یک وقت گرفت، زیرا که یهوه خدای اسرائیل برای اسرائیل جنگ میکرد.
فقط اسرائیل، اسرائیل هم اینجا یعنی قوم بنی اسرائیل، فقط اسرائیل نبود جنگ میکرد، خدای اونها هم بود، یهوه هم میجنگید. در صحیفه یوشع باب 11، و یوشع حاسور را گرفت، ملکش را با شمشیر کشت و همه کسانی که در آن بودند را به دم شمشیر کشت. همه کسان، نه فقط مردان جنگ، ایشان را بالکل هلاک کرد و هیچ زی حیاتی را باقی نگذاشت. هیچ جنبنده‌ای، زی حیات شامل انسان و حیوان میشه، هیچ زی حیاتی را باقی نگذاشت. علاوه بر او حاسور را با آتش سوزانید. در حدی که من با کتاب مقدس آشنا هستم فقط همین حاسور سوزانیده شده، بقیهش رو نسوزاندن. این در آیه 10 بود. و یوشع تمامی شهرهای آن ملوک و جمیع ملوک آنها را گرفت و ایشان را به دم شمشیر کشته بالکل هلاک کرد، به طوری که موسی بنده خداوند امر فرموده بود. یوشع کارا رو که میکرد جاشوا به دستور موسی کلیم الله بود و موسی به دستور یهوه داشت کارا رو دستور میداد انجام بشه. این آیه 12 بود. و بنی اسرائیل تمامی غنیمت آن شهرها و بهائم آنها را برای خود به غارت بردند، اما همه مردم را به دم شمشیر کشتند، به حدی که ایشان را هلاک کرده هیچ زی حیات را باقی نگذاشتند. آیه 14. چنان که خداوند بنده خود موسی را امر فرموده بود، همچنین موسی به یوشع امر فرمود و همینطور یوشع عمل نمود و چیزی از جمیع احکام که خداوند به موسی فرموده بود باقی نگذاشت. سه مرتبه یهوه، موسی، یوشع. نتیجه کشتار جمعی همه این اقوام فلسطینی آموزن. سفر تثنیه باب 25. حالا وارد یک مرحله جدیدی میشه. به یاد آور، رفتیم دوباره تورات. آنچه امالیق وقت بیرون آمدنت از مصر در راه به تو نمودند. ای موسی یادت بیاد که امالقه وقتی که تو داشتی از مصر بیرون می اومدی چه سرت آوردن؟ ظاهرا امالقه مهمترین دشمن بنی اسرائیل بودن که چگونه تو را در راه مقابله کرده، همه واماندگان را در عقب تو از مؤخرت قطع نمودند در حالی که تو ضعیف و وامانده بودی و از خدا نترسیدی. وقتی که موسی داشت از مدین فرار میکرد، اینها بودند که جنایاتی نسبت به موسی و بنی اسرائیل انجام داد. پس چون یهوه خدایت تو را در زمینی که یهوه خدایت تو را برای تصرفش نصیب میدهد از جمیع دشمنانت آرامی میبخشد، آنگاه ذکر امالیق را از زیر آسمان محو ساز و فراموش مکن. خب این آیه 20 بود از سفر تثنیه باب 25. حالا توضیحات. امالیق اصلی ترین دشمن بنی اسرائیل در سفر خروج، در باز تورات باب 17 آمده است. موسی به یوشع گفت مردان برای ما برگزین و بیرون رفته با امالیق مقاتله نما. آیه 9. و یوشع امالیق و قوم او را به دم شمشیر منهزم ساخت. آیه 13. پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر امالیق را از زیر آسمان محو خواهم ساخت. این امالیق را نابود میکنم. آیه 14. و موسی مذبحی بنا کرد و آن را یهوه نسی نامی، یعنی به اصطلاح جایی که به یاد خدا میفتن. ترجمش آیه 15. و گفت زیرا که دست بر تخت خداوند است که خداوند را جنگ با امالیق نسلا بعد نسل خواهد بود. یعنی جنگ با امالیق جاودانه است، همیشه است، نسل تورات. آیه 16. بنابراین بنی اسرائیل مطابق آیین خود موظف است یاد دشمنی امالیق را هرگز الالعبد فراموش نکند و جنگ آنها را تا آخر ادامه دهد. حالا امالقه شکست خوردن، از داوود نبی شکست خوردن، منقرض شدند. حالا میشنویم چیزای جالبتری خواهد بود.
کتاب اول سموئیل فصل دوم، اینم از بخش دوم هیبرو بایبل هست، نه توی تورات، بخش دومش هست. سموئیل به شاول گفت، سموئیل پیغمبره، به شاول میگه خداوند مرا فرستاد تا تو را مسح نمایم، تا تو بر قوم تا بر قوم او اسرائیل پادشاه شوی. یعنی سموئیل از جانب یهوه شاول را شاه بنی اسرائیل میکنه. پس الان آواز کلام خداوند را بشنو. یهوه چنین کرد، آنچه عمالق به اسرائیل کرد، به بنی اسرائیل کرده بودند، به خاطر داشتم که چگونه هنگامی که از مصر می آمدی با او در راه مقاومت می کردند. یعنی میگه یادت باشه این کاری رو که نسبت به عمالقه من دارم میگم بکنید، اینها تاوان کاریست که اینها با موسی کرده بودند. پس آیه دو بود، حالا دقت کنید آیه سه. پس الان برو و عمالق را شکست داده، جمیع ما یملک ایشان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه مرد و زن و طفل و شیرخاره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ آنها را بکش. دوباره ای را میخونم، یک جای تورات هم نیست، یک جای کتاب مقدس هم نیست، چند جاست. مرد و زن و طفل و شیرخاره و حیواناتشون رو بکش، طفلشون هم بکش، شیرخارهشون رو هم بکش. حالا قصه ادامه داره توی خود کتاب مقدس. شاول عمالق را شکست داد و تمامی عمالق را به دم شمشیر بالکل هلاک کرد. اما چه کار کرد؟ یه سری گوسفنداشون و گاوهاشون رو، برهاشون رو که متعلق به شاهشون اجاج بود، شاه عمالق بود، اینا رو نکشت، برداشتشون. تو آیه 4 تا 9 کلام خداوند یهوه بر سموئیل نازل شد. چی گفت خداوند یهوه چی گفت؟ پشیمان شدم که شاول را پادشاه ساختم، زیرا از پیروی من برگشته، کلام مرا به جا نیاورده است. آیه 11 نه، کلام یهوه چی بود؟ تو باید تمام نفسکش ها زی حیات های عمالقه رو میکشتی، حیواناشون رو نکشتی، برخی از حیواناشون رو نکشتی، به خاطر این تو دیگه شاه نیستی، عزلت کردم. سموئیل خشمناک به ملاقات شاول رفت. چون نزد شاول رسید، شاول به او گفت برکت خداوند بر تو باد، من فرمان خدا را به جا آوردم، همه آدماشو کشتم، حتی بچه های شیرخارشون هم کشتم. سموئیل گفت پس صدای گوسفندان در گوش من و بانگ گاوان که می آید چیست؟ میگه فرمان خدا را به جا آوردم. شاول گفت اینها را از عمالقه آوردند تا قربانی یهوه کنم، میخوام اینها رو برای یهوه قربانی کنم، برای خودم که بر نداشتم. بقیه را بالکل هلاک کردیم، از حیوان و آدم همشون رو هلاک کرد. سموئیل گفت که به شاول گفت تحمل نما تا آنچه خداوند دیشب به من گفت را به تو بگویم. گفت بگو. میگه یادت رفته تو یه آدم حقیری بودی، خدا اومد شاه بنی اسرائیلت کرد، نه قرار نبود به حرفای یهوه گوش کنی، چرا گوش نکردی؟ چرا قول خداوند را نشنیدی، بلکه بر غنیمت هجوم آورده، آنچه را در نظر خداوند بد است عمل نمودی؟ چی در نظر خداوند بده؟ این که تو چیزی از عمالقه را زنده بگذاری، یه زین نفس کشی را باقی بگذاری، ولو بره و گوسفند و گاوش باشه. شاول به سموئیل گفت قول خداوند را استماع نمودم و به راهی که خداوند مرا فرستاده بود رفتم و اجاد پادشاه عمالق را آوردم و عمالق را به کل هلاک ساختم. سموئیل نمیپذیره عذر شاول را نمیپذیره، میگه قربانی به قیمت تمرد از فرمان خداوند مردود است. به شاول خبر میدن چون که فرمان خداوند را ترک کردی، یهوه تو را از سلطنت خلع کرد. شاول اظهار پشیمانی کرده، تقاضای عفو میکند، سموئیل نمیپذیرد.
و بر خلع او از پادشاهی به فرمان خداوند تأکید میکنن. چرا؟ چون چهار تا بره و گوسفند و گاو امالقه رو باقی گذاشته، همه زن و بچه رو کشته اما این چهار تا رو نکشته. غضب خدا یا غضب یهوه برش نازل میشه، از سلطنت خلع میشود و همسایت که از تو بهتر است به پادشاهی بر نسل منصوب میشه. خب حالا داستان ادامه دارد. سموئیل تا روز وفاتش برای دیدن شاول نرفت، اما برعکسش بود و خداوند پشیمان شده بود که شاول را بر اسماعیل بر بنی اسرائیل پادشاه ساخته بود. چرا پشیمان شده؟ چون این همه امالقه را نکشته، برخی از گاو و گوسفند و برهاشون رو زنده نگه داشته که بیاد ذبح یهوه کنه. خب حالا حرف من، از این آیات کتاب مقدس میتوان نتیجه گرفت که اولا دشمنان بنی اسرائیل خصوصا امالقه به فرمان یهوه خداوند از طریق موسی توسط یوشع، سموئیل و شاول به کشتن هر جن بنده، هر نفس کش از جمله مرد، زن، کودک و شیرخواره و کلیه حیوانات اهلی از گاو و گوسفند و شتر و الاغ محکوم شد. و این فرمان دقیقاً به نص کتاب مقدس اجرا شده است. ثانیاً شاول که برخی از حیوانات مرغوب امالقه را نکشته بود به فرمان یهوه توسط سموئیل عزل شد، چرا که فرمان قتل عام مقدس را دقیقاً اجرا نکرده بود. ثانیاً جرم امالقه این بوده که در زمان ورود بنی اسرائیل به مصر با آنها دشمنی کردند. رابعاً یاد دشمنی امالقه با بنی اسرائیل باید همواره زنده نگه داشته شود و جنگ مقدس با آنها با شکست امالقه پایان نیافته و نسلاً بعد از نسل به دستور موسی باید ادامه داشته باشد. خب این عرایزم. حالا من چند کلمه دیگر از دائره المعارف جودائیکا برای شما نقل میکنم. جلد دوم ذیل عملکت که ترجمه همین امالقه هست. اینجا ببینید چه نکات ارزنده آنجا آمده که اگه ما بدونیم خیلی بهتر میتونیم دنیای خودمون رو بشناسیم. میگه امالقه دشمن اصلی بنی اسرائیل در خارج از کتاب مقدس هرگز اسمش نیومد، فقط تو کتاب مقدس، هیچ جا دیگه اسم امالقه نیست. ربای همین خاخام‌های یهودی اینها این نکته تورات رو که میگه یاد دشمنی امالقه باید جاودانه نگه داشته بشه، ولو امالقه مردن، منهزم شدن، از بین رفتن، اما این یاد باید بمونه. چی گفت؟ باید که میگن این یاداوری کمی غیر معمولی، اما چنین گفته. میگن که این تو متن رسمی یهودیست و جودائیکا هم معتبرترین کتاب دائره المعارف این قوم است. امالقه دشمن سازش ناپذیر اسرائیل هستند، مراد بنی اسرائیل، و ترحم نشان دادن به کسی که همتش نابودی اسرائیل است احمقانه و حرام است. هجوم امالقه به بنی اسرائیل دیگران را نیز به هجوم به اسرائیل ترغیب میکنه. بازم عرض کردم مراد از اسرائیل همیشه اینجا بنی اسرائیل. همه حوادث غمباری که اسرائیل از آنها رنج کشیده است محصول مستقیم دشمنی امالقه است. در طول زمان این دستور کتاب مقدس مبنی بر یادآوری همواره دشمنی امالقه به شدت در تعالیم یهودی رسوخ کرده، تا حدی که بسیاری از دشمنان مهم اسرائیل به شکل مستقیم به عنوان فرزندان امالقه معرفی می شوند. پایان نقل قول از دائره المعارف جودائیکا. ببینید اونی که من فهمیدم از دائره المعارف جودائیکا اینه که امالقه اسم رمز دشمن بنی اسرائیل است، نه فرزند فیزیکی اونها، نه فرزند بیولوژیک اونها. هر کسی که بنی اسرائیل را بایش سازش نکند دشمن بنی اسرائیل محسوب بشود، پرچسب امالقه به اونها میخورد. دقت میکنید، فوق‌العاده مهمه. پس بنابراین نگردیم به این که جد امالقه کی بوده، هر کی بوده مهم نیست، مهم اینه که بنی اسرائیل امروز
چه کسانی را امالقه می‌داند؟ اگر اونها امالقه هستند، تمام احکام تورات و کتاب مقدس در مورد اونها قابل جریان است. به عبارت دیگر، امالقه عنوان نمادین دشمن سازش ناپذیر بنی اسرائیل و قوم یهود است. میدونید قوم یهود هم فقط کسانی نیست که به آیین یهود باور دارند، کسانی است که از نژاد یهودی هستند. یهودیت هم دین است هم نژاد، برخلاف مسیحیت و اسلام که فقط دین هستند، نژاد محسوب نمیشه. بنابراین ما یهودی سکولار رو اصلا کمونیست و بی خدا هم داریم، چون نژادش چنین است. آنها هر کسی را که با ایشان دشمنی شدید کند امالقه می نامند. معنایش این است که چون این افرادی محدور الدم هستند و نسلشان باید از زمین محو شود. نسلشان باید از زمین محو شود، یعنی نسل کشی آنها دستور یهوه است. هیچ کس از آنها که برچسب امالقه بر پیشانیشان خورده است نباید امنیت جانی داشته باشد، حتی شیرخوارگان، کودکان، زنان، سالخوردگان، افراد نظامی و نیز حیوانات. آنچه اهمیت دارد اهمیت قوم برگزیده خداوند و حفظ سرزمین موعود و مقدس آنهاست. هر که تهدیدی برای این قوم برگزیده و سرزمین مقدس موعودش محسوب شود، خصوصا فلسطینی هایی که برای بازپسگیری سرزمینشان مسلحانه مبارزه می کنند و کسانی که از این مبارزه حمایت می کنند امالقه هستند. اینو فقط من نمیگم، سرچ بکنید تو اینترنت، تو یوتیوب سرچ بکنید تا ببینید چه کسانی امروز امالقه نامیده شده اند. رسما امالقه نامیده شده اند و از هیچ حقوقی، چه حقوق بشر دوستانه و حتی حقوق حیوانات برخوردار نیستند. امالقه انسان حیوان هم به زور هستند. این حق دفاع مطلقه از قوم برگزیده و حفظ سرزمین مقدس به هر قیمتی را خدا یهوه به نص کتاب مقدس به ایشان عطا کرده است. خب این فصل بحث چهارم من که مستند به نصوص تورات و هیبرو بایبل، کتاب مقدس و عهد عتیق مسیحی و یهودی بود هر دو. خب بحث آخرم، بحث پنجم، برای اینکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، میگم خب بسیار خوب، این تو کتاب مقدس اومده، شاید تفسیرش یه چیز دیگه است، تفسیرش رو ما نمیفهمیم. رفتم سراغ مفسرین قوی ترین متعلهان یهودی و مسیحی. بحث پنجم، توجیهات متعلهان یهودی مسیحی در مورد فرامین ضد اخلاقی یهوه در کتاب مقدس. در دهه‌های اخیر بحثی در بین فلاسفه دین و اخلاق و متعلهان یهودی و مسیحی زیل این عنوان در گرفته است: The problem of apparently morally abhorrent divine commands. بحثی توی برهان شر مطرح میشه، یعنی حویسه فرامین ظاهراً منفور اخلاقی الهی. یعنی خدا فرمان منفور نفرت انگیز صادر کرده. چه فرمان نفرت انگیزی؟ گفته برو بچه شیرخواره رو بکش. این فرمان کتاب مقدس نقض آشکار حرمت حیات، حقوق بشر دوستانه، حقوق کودکان و حقوق حیوانات است. این عویسه فلاسفه و متعلهان را مقابل دو گزینه قرار داده است که باید یکی را یا هر دو را بپذیرند. یکی اشتباهات جدی اخلاقی کتاب مقدس. ساده ترین شده که بگم آقا کتاب مقدس اشتباه کرده، تحریف شده، یه حرفا که نوشتن حرف خدا نیست، یک کسی اومده به نام خدا اینا رو نوشته، اینها فرمایشات و فرامین الهی نیستن. خب یکیش، یعنی بهش میگن اشتباهات جدی اخلاقی، همونی که فرض بکنید قرآن به مسیحیت و یهودیت نسبت میده که شما تو کتابتون دست بردید. خب یکیش این.
راه دوم اینه که باور به غیر اخلاقی بودن خداوند، بگیم نه کتاب مشکلی نداره، کتاب مقدس هیچ اشکالی نداره، اشتباهم نشده، تحریفم نشده، اصلا یهوه غیر اخلاقی چیه؟ طرف حسابتون چیه؟ خداست دیگه، هر کار دلش خواست میکنه، فعال مایشاست دیگه، هر کاری دوست داشت میاد میکنه، دوست داشته کارو بکنه، و حتما یه حکمتی توشه. تو عقل تو به چه میرسه که بفهمی خدا برای چی کارو دستور داد؟ خب بس دو راه شد، یکی بگیم اشتباه تو کتاب مقدس راه پیدا کرده، یکی دیگه بگیم که خدا غیر اخلاقی، یا هر دو، هم بگیم هم اشتباهه هم خدا غیر اخلاقی. خب دیگه در این صورت نمیشه توی این دین موند. پرسش جدی این است، چه توجیه معقولی برای این فرامین پرمشکل کتاب مقدس وجود دارد؟ خب برای که گفتم مستند صحبت کرده باشم، کتاب بسیار مهمی در سال 2011 منتشر شده به زبان انگلیسی، The Moral Character of the God of Abraham، Divine Evil و علامت سوال، شر مقدس و علامت سوال، صفات اخلاقی خدای ابراهیم. یک دانشمندی به نام برگمن این رو ویراستاری کرده و دانشگاه آکسفورد هم این رو منتشر کرده. سه تا از مقالاتش فوق‌العاده مهمه، کاملا به بحث من مرتبط. من خلاصه ای سه مقاله رو تو چند هر کمیش سه یه پاراگراف در حدی که وقتم اجازه میده گزارش میکنم. برخیش هم خوشبختانه تو ایران شناخته شده هستن این افراد. ببینید چی گفتم. این آی برگمن آمده مطابق کتابش سه تا تفسیر رو بر فرامین ضد اخلاقی کتاب مقدس از متعلقان و فلاسفه اخلاق، فلاسفه دین یهودی مسیحی انتخاب کرده و میگه افراد دیگه هم هستن، این سه تا بزرگترشون هستن، معرفی میکنیم. اولینش از ریچارد سوینبرن هست، آثارشون به فارسی ترجمه شده، از مسیحیان معتقد و روشن فکرم هستن ایشون، تو بحث برهان شرم داره از خدا دفاع میکنه. حالا چی گفت؟ یه مقاله نوشته تو همین کتاب، What does the Old Testament mean؟ یعنی این عهد عتیق معناش چیه؟ یه حرفایی که داده معناش چیه؟ حالا جالبه ببین، آقای سوینبرن معنای ظاهری فرامین ضد اخلاقی کتاب مقدس رو پذیرفته. اگه آدم کوچیکی بود، آدم نادانی بود، خب هیچ، یا آدمی به این تحصیل کردگی پذیرش روی کرده، اول پذیرش معنای ظاهری فرامین کتاب مقدس و تلاش برای نشان دادن این که همین طور است که هست قابل قبول است. یعنی معنای ظاهری این آیاتی که من برای شما خوندم و ایشون نقل کردن با همین معنای ظاهریشون، یعنی برو بچه رو بکش، زن رو بکش، شیرخواره رو بکش، حیوانشون رو بکش، هیچ رحمی هم بهشون نکن، به همین معنا قابل پذیرش. چرا؟ به تصریح ایشون آی سوینبر، خداوند حق دارد به بنی اسرائیل دستور دهد که کنعانیان را بکشد. یکی از هفت گروه کنعانیان بودن. اگر خدا به بنی اسرائیل فرمان دهد که کنعانیان را نابود کنند، آنها موظفند این کار را بکنند. یعنی اینا دارن وظیفه شرعیشون را انجام میدن. به عبارت دیگر این فرمان، فرمان الهی است و اینا دارن در راه انجام فرمان الهی انجام وظیفه میکنن. وقتی داره کودک شیرخوار رو میکشه، وقتی داره زن بیگناه رو میکشه، وقتی داره مرد سال خورده رو میکشه، وقتی داره تو بیمارستان میری جنایاتو میکنه، داره عبادت میکنه، دارن فرمان خدا رو انجام میدن. روی کرده دوم از یک خانمی است به نام الینور استامپ، عنوان مقاله ایشون The Problem of Evil and the History of the Peoples است and think Amalek، در مورد Amalek، امالق بیاندیش. این اصطلاح بسیار مشهوره، تو اینترنت سرچ بکنید، به انگلیسی سرچ بکنید think Amalek، ببینید این رو کی برای کی به کار برده، کی به کار برده شده.
یعنی بترسید از عملک شدن. خب خانم چی گفتن؟ این خانم متعله فیلسوف فرمودن، ایشون میگه که من قبول دارم توجیهاتی که در کتاب مقدس برای این امور اومده توجیهاتیست قابل قبول نیست، اشکال داره توجیهات، اما ما توجیهات دیگری میتونیم بکنیم تا همین نتیجه را ازش بگیریم. یعنی نتیجه را قبول داره، کشتن افراد بیگناه بدون مشکل است از عملک، از عمالقه بدون مشکله، منتها توجیهاتش لازم نیست اینا باشه، ما یه توجیهات دیگری میکنیم. چه توجیه کرده؟ خلاصش خیلی شسته رفتش اینو فرموده این خانم. به نظر وی خداوند دلیل اخلاقی کافی برای اجازه دادن به رنج انسان‌ها و حیوانات دارند. یه میگه بابا این مردم بیچاره دارن رنج میکشن، نمیذاری غذا بهشون برسه، دارن از گرسنگی میمیرن، داره بچه‌هاشون از گرسنگی میمیره، حیواناتشون هم دارن میمیرن، حالا امروز دیگه حیوانات از انسان‌ها مهمتره، حیواناشون هم دارن میمیرن، سگ و گربه‌شون هم دارن میمیرن، حالا فکر اونا بکن، فکر انسان‌ها نمی‌کنی. میگه که این مصیبتی که این آدما دارن میکشن براشون نفع داره، منافعی براش هست. ما لازم نیست، حرف خانم ها، لازم نیست نگران رنج عمالق باشیم، این مصائب برای تأمین منافع آنهاست، منفعت ایناش، منفعتشون تشخیص نمیدن، عقلشون نمیرسه، منفعتشون اینه که رنج بکشن، منفعتشون اینه که گرسنگی بکشن، منفعتشون اینه که کشته بشن، منفعتشون اینه که بچهشون جلو چششون پرپر بزنه، اینا منفعتشونه. خداوند قصد دارد فرزندان را به خاطر گناهان پدران مجازات کنند. حالا اگه اینا فرزند بیولوژیک اونا هم باشن قرار همچو چیز صورت بگیره. خب توی آیین مسیحیت مشکلی ندارد، ما داریم لا تزر و وازرتون بزر آخر، اونا که همچو چیزی نداره. اما روی کرده سوم، روی کرده سوم استفاده از الهیات شکاکانه است، اسکپتیکال تیزم. میدونید اسکپتیکال تیزم الهیات شکاکانه قوی ترین مکتب فلسفی در پاسخ به برهان شر. روشم خیلی پاسخ هم داده شده اما پاسخ ها قانع کننده نیست. حرف اینها اینه، حالا اول اینو بگم بعد الان توضیحش خواهم داد. در روی کرده سوم گفته شده از استفاده از الهیات شکاکانه با این استدلال که انسانها احتمالا نمیتوانند به اندازه کافی بدانند که در رد این متون نگران کننده توجیه شوند. یعنی ما دلیلی نداریم، سر عقلمون نمیرسه که بتونیم مردم رو توجیه بکنیم که بابا این چیزایی که تو تورات و توی عهد عتیق و امثالهم اومده نکته اصلیش چیه؟ ما عقلمون نمیرسه، دلیل نداریم. خب این روی کرده کیه؟ که بسیار از کتاباش به فارسی ترجمه شده، آلوین پلانتینگا، متعله در قید حیات بسیار خوب مسیحی. خب بسیاری از آرایشون در بحث برهان شر حرف اولو میزنه، در بحث اراده آزاد، انتخاب آزاد انسان ها الان هم تو بسیار از دانشگاه تدریس میشه، اما ایشون اینو گفتن. در روی کرده سوم احتمالاً، حالا چی ادامهش چی گفتن؟ ایشون عنوان مقالش این است که Comments on Satanic versus Moral Chaos in Holy Writ، یه حواشی بر آیات شیطانی، اما آیات شیطانی نه آیات شیطانی است که توی بین مسلمان ها هست، دقیقا اینا را آیات شیطانی خونده، یعنی همین آیاتی که من برای شما خوندم از که سفر تثنیه و سموئیل و امثال، گفته که یک چی داریم میبینیم اینجا؟ یک آشوب میبینیم در بیان کتاب مقدس. یعنی خودش گیر کرده که این رو چجوری توجیه بکنه. هرج و مرج اخلاقی در متن مقدس، عنوان ترجمه، عنوان آیات شیطانی، هرج و مرج اخلاقی در متن مقدس عنوان مقاله آلوین پلانتینگ است. به نظر وی خدا هر کاری کند باید دلیل خوبی داشته باشد، حتی اگر ما انسان‌ها نتوانیم دلیل آن را بدانیم. اگر خدا کاملا خوب است، میگه پرفکت گود، خدا به اصطلاح ما جامع جمیع کمالات است، بسیار خوب، در آن صورت
گزارش های گزارش کتاب مقدس گاهی اوقات او را نادرست معرفی کرده، تا همینجا رفته، نادرست معرفی کرده، اما نپذیرفته که این غلطه. خب اگه بخوام تفصیل بدم و جزئیات گفته هر سه فیلسوف متعلق رو بخوام عرض بکنم طول میکشه، دوستان این آدرس هم دادم برن مطالعه کنن. در هر سه رو کرد خدای کتاب مقدس که چون این فرامینی صادر کرده، از خدای کتاب مقدس دفاع شده است. حتی پلانتینگا از خود خدا دفاع کرده. خدای در دو روی کرده نخست علاوه بران منطق کتاب مقدس هم توجیه شده است. در منطق سوینبر میگه همین که هست باید بپذیریم. استامپ اومده میگه بابا خب این یک کمی اشکال داره، نتیجه رو میپذیریم، توجیهش رو خودمون میکنیم، فرقشون فقط هم. در روی کرده سوم صرفا احتمال تعبیر سوء تفاهم در کتاب مقدس از فرمان الهی مطرح شده است. به نظر میرسد این اشکال من به پلانتینگ است. استفاده از منطق الهیات شکاکانه سکپتیکال تیزم در جایی که دلیل قطعی بر بطلان آن داریم روا نباشد. ما سکپتیکال تیزم رو جایی به کار میبریم که دلیل وجود این شرور رو، شرور اخلاقی رو دنیا نمیدونیم. میگیم حتما یه حکمتی هست، خدا بهتر میدونه. اما اونجا باز محکوم میکنیم که این شر از جانب انسان صادر شده. میگیم کار غلطیه، خدا اراده اختیار آزاد به انسان ها داده، رفتن هولوکاست آفریدن، نباید میکردن، غلط کردن. حالا اگه پای خدا بنویسید کار نادرستی کردی. ولی اینکه چرا خدا وارد طبیعت نشده و جلو این رو نگرفته، حالا حکمتی داشته در الهیات شکاکانه، ما نمیدونیم. اما تو اینجا ما نمیدونیم اینکه طفل بی گناه شیرخواره رو ما به صرف اینکه پدرش و یکی از اقوامش فرض بکنید با ما جنگیده است بکشیم، آیا این شر نیست؟ این شر نیست؟ آیا خدا میتونه همچه چیز رو اجازه بده؟ چی میگویید که این رو به خدا نسبت میگوید؟ حکمتی داره؟ من نمیدونم. عقل قطعی در اینجا داریم، قبح قطعی داره که همچه چیز رو از جانب خدا بخواد صادر شده باشه. علی رغم جلالت قدر این آی فیلسوف محترم متعله مسیحی عزیز، این حرف پذیرفتنی نیست. به نظر میرسد استفاده از منطق الهیات شکاکانه در جایی که دلیل قطعی بر بطلان آن داریم روا نباشد و کشتن افراد بیگناه با هیچ منطقی قابل توجیه نیست ولو الهیات شکاکانه. خب عرض من تمام شد، حالا نتیجه گیری. الله خدای معرفی شده توسط قرآن کریم خدای اخلاقی است که هرگز به کشتن افراد بیگناه فرمان نداده است. گرفتن جان انسان بیگناه معادل گرفتن جان همه انسان هاست. ورش خدا از کشته شدن یک انسان بیگناه به لرزه در می آید. اعدام جز در قصاص و فساد در زمین که معنای جز سلب امنیت مسلحانه مردم از قبیل گانگستر ندارد تجویز نشده است. جنگ و جهاد در قرآن صرفاً دفاعی با رعایت موازین اخلاقی مجاز است. جهاد به عنوان جنگ مقدس، این رو دقت بکنید، دقیقا تو متن توراته، تو متن عهد عتیقه. هولی وار عنوان مسیحی یهودی است. در اسلام جنگ مقدس نداریم، در اسلام جنگ عادلانه داریم. جهاد جنگ عادلانه است، نه جنگ مقدس. این اشتباه هست که به کاملا نادرسته که به مسلمان ها نسبت میده. جهاد به عنوان جنگ مقدس برای گسترش اسلام، دعوت یا مسلمان کردن به زور غیر مسلمانان هیچ مستندی در قرآن ندارد. هیچ مستندی ندارد. و هر برداشت دیگری از کلام خدا ناشی از تفسیر غلط آیات قرآن است. کشتن یا آسیب رساندن به غیر نظامیان، اعم از زن، بچه، مرد و افراد کهنسال، حتی خانواده کفار حربی، به لحاظ اسلامی حرام و گناه کبیره مصداق بارد قتل نفس محترم محسوب می شود. احدی را به خاطر مسلمان نبودن یا مسلمان نشدن نمی توان کشت. کتاب مقدس مشخصان تورات در سفر تثنیه و عهد عتیق در کتب در مصحف های یوشع
و سموئیل اول. یهوه خدای خشن و غیر پابند به موازین اخلاقی معرفی شده است که به کشتن بیگناهان، حتی اطفال شیرخواره، کودکان، زنان، حیوانات و هر نفسکشی از اقوام دشمن بنی اسرائیل که دشمن یهوه معرفی شده اند فرمان داده است. این فرمان به نقل کتاب مقدس توسط موسی به یوشع و سموئیل و توسط سموئیل به شاول ابلاغ و مو به مو اجرا شده است. یهوه به عمالقه و کنعانیان و دیگر اقوام فلسطینی دشمن بنی اسرائیل اجازه ترحم نداده است. کتاب مقدس آکنده از خشونت‌های مقدس، Divine Violence، Divine Genocide، خشونت‌های مقدس، نسل کشی مقدس علیه دشمنان بنی اسرائیل است. عمالقه خارج از کتاب مقدس معرفی نشده است. بنابر جودائیکا هر دشمن سازش ناپذیر بنی اسرائیل عمالقه خوانده شده است. به بیان دیگر عمالقه به هر کسی با ما دشمن است توصیه مفهومی داده شده است. اگر بر گروهی بر چسب عمالقه بخورد، یعنی بدون هر محدودیتی میتوان کلیه افراد آن گروه را از زن و مرد و پیر و جوان و کودک و شیرخواره و حتی حیوان آنها را کشت، به هر شکلی آنها را سرکوب کرد تا امنیت قوم برگزیده خداوند یهوه و استقرارشان در سرزمین موعود مقدس حفظ شده. بر این اساس نسل کشی، کشتار دست جمعی مقدس و اجرای فرمان یهوه است. این دیوین جنوساید رو تو همین کتاب به کار برده، بنده به کار نمیبرم. دیوین جنوساید یعنی مقدس، یعنی نسل کشی مقدس برای اجرای فرمان الهی. حالا نه اینکه هر کسی کارار میکنه متدین به دینیست. و حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق حیوانات در برابر اجرای فرامین مقدس بی‌معناست. این نسل کشی مقدس است بدون هیچ تعارفی. It's divine genocide است. من به انگلیسی هم ابراز کردم، حالا هم اینجا هم به فارسی هم ذکر میکنم. این نسل کشی مقدس است داره صورت میگیره. بار دیگر تاکید میکنم برای کسانی که سخنرانی رو گوش میکنن، تقطیع و بازنشر قطعات این سخنرانی بدون اجازه کتبی گوینده اخلاقا و شرعا و به لحاظ حقوقی ممنوع است. اگر کسی اخلاق و شرع و قانون رو رعایت میکنه و احترام میگذارد. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. انشاءالله خدا به ما توفیق عمل به فرامین قرآن، دفاع شرافتمندانه از قرآن و تعالیم قرآنی عنایت بفرماید. عرض کردم اگر دعای ما من و شما مستجاب نمی شود، آیش رو برای شما خوندم که مشکل از کجاست. خدا به ما توفیق بدهد که به دستوراتش، به فرامینش درست عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.